احساس میکنه آدم که از مبدأ خودش دور شده، به جای وصلم. و من فکر میکنم که کربلا بین الحرمین یک گوشه ای از همون مبدأ ما باشد. وارد صحن مولا که شده، یک حس خیلی آرامش بخشی داشت و من خودم بعد از اینکه حالا با همون قسمت زریح تانستم یک زیارتی کنم، یک گوشه ای رو پیدا کردم و شروع کردم به نجوا با مولای متقیان و یک حالت پدرگونه به من دست داد. یعنی احساس کردم که واقعا در آغوش پدر قرار گرفتم و شروع کردم به شکایت از سختی ها و مشکلاتی که درگیرش هسته و طلب کمک کردم از ایشان. من فکر میکنم که به عنوان یک زن مسلمان، به عنوان یک دختر افغان، باید بزرگترین درسی که میگیرم از ائمه خود ای باشه که در مقابل ظلم کوتاه نیاییم. سلسله مستند کربلایی، روایتی از مسافران راه عشق. خب من یک نقطه عطف خیلی بزرگی به زندگی داشتم. من تا حدود سن 20-22 سالگی فضای دیگر تجربه می کردم، از لحاظ روحی، معنوی و اخلاقی به فضای دیگی بودم. دوران دانشجویی داشتم، اهداف دیگه داشتم به زندگی، ولی خب بعد از یک چرخش تقریبا 180 درجه زندگیم متحول شد، در مسیر دیگه قرار گرفتم. یعنی قبلش مذهبی منظور شما خاصی نبود؟ اهداف شما اهداف مذهبی نبود؟ من متولد تهران بودم، همونجی کلان شده، درس خوانده، خب یک فضای اجتماعی خاصی حاکم هست اونجا. اهدافی هم که داشتم برای بود که بتونم تحصیلات خود به کشور غربی ادامه بدم. اون زمان پوشش من به این وضعیت کل هستم نبود. اما تغییر پیدا کرد، یک اتفاقی که اصلا به دست خود ما هم نبود. چی بود اون اتفاق؟ من ازدواج کردم و برای زندگی به مشهد منتقل شدم. ازدواج به دست خود شما نبود؟ گفتین یک اتفاقی که به دست خودم نبود، ای که مسیر زندگیم تغییر کنه به دست خودم نبود. نه، ازدواجم الحمدلله به رضایت خودم بود، منتها بعد از ازدواج در واقع ما پا به مسیری ماندم که خودم نمیفهمیدم در واقع دارم به کدوم سمت حرکت میکنم. بعد از اینکه ما به مشهد منتقل شدم، صادقانه بگم و انتخاب خودم نبود تحصیلات حوزوی. کی اثر داشت در انتخاب؟ یک شخص دیگه بودن، پیشنهاد دادن به ما و ما تقریبا از حالت 50-50 گفتم که خب برم یک تجربه کنم. از نزدیکان شما بودن؟ همسر شما بودن؟ نخیر، همسرم هیچ اجباری به این قسمت نداشتن برای من. یک آشنایی با یک شخصی بود که یک دفعه ما با عمر اختیدو میشنه، یک امانتی برای ما آوردن و دیگه هم تعالی من ایشان ملاقات نکردم و ایشان پیشنهادی به ما داد، گفتن که میتونی تحصیلات حوزوی داشته باشی، در حالی که من تا قبل از او و در دوران دانشگاه که بودم ارتباط خوبی نداشتم، با حس خوبی نداشتم با این. اما بعد از این جریان خب انگار که من کشیده شدم به مسیر، رفتم به دنبالش، گفتم بذار فضایش تجربه کنم ببینم که خب حوزه چجوریه، چه نقاط مشترکی داره با دانشگاه، چه فضایی میتونم درک کنم. اتو نبود که من یک شبه که پا به حوزه بمانم همه چیز تغییر کنه. خب من با یک ذهنیت و یک افکار خاصی وارد شدم، خیلی چیزها رو موافقش نبودم، اما جبهه نگرفتم در مقابلش که بخوام تعصب داشته باشم.
سعی کردم با این نگاه برم که بیشتر یاد بگیرم، بیشتر تجربه کنم و شاید واقعیت هایی باشه که من ازشان اطلاع ندارم. من با این دید به حوزه رفتم و به مرور با سالیان که در اونجا فعال بودم به نقطه رسیدم که حال شاید خودم یکی از منتقدین اما افکار خود باشم، افکار که در گذشته داشتم، بله، اعتقاداتی که داشتم. چی شد که تصمیم گرفتین بریم به کربلا؟ با یک عشق درونی هست برای هر کسی که با از کودکی با عشق به امام حسین کلان شده، یک جوری نهادینه شده به درون هر شیعه، هر محب اهل بیتی که یک روز بره به زیارت و پابوسی امام خودش. و ما هم من جمله همه علاقه مندان به اهل بیت و امام حسین، این یک آرزو بود برای ما. و مخصوصا به می سالهای اخیر که شاید راه پیمایی های خیلی بزرگ اربعین بوده و یک شوقی در درون ما بود که ما هم بتانیم یک سهم کوچیکی داشته باشیم، یک حرکت کوچیکی داشته باشیم به اجتماع. از مسیر راه بر ما بگین چطور بود؟ رفتار مردم با شما چطور بود؟ خود مسیر راه بر شما سختی هایی داشت؟ آسانی هایی داشت؟ چی بود؟ اونا رو بر ما تعریف کنیم. خب ما از مشهد که شروع کردیم به حرکت، یک موتر شخصی هماهنگ شد و سفر خدا شروع کرده. مسیر بود به سمت قم، ما حرکت کردیم تا اول یک زیارتی خدمت حضرت معصومه داشته باشم. با طول راه که می رفتم، خب فضای اربعین بود، تقریبا تمامی شهرها داشتن آمادگی می گرفتن که مراسم اجرا کنن. الحمدلله فضای خیلی خوبی بود، خیلی حالت معنوی خاصی دست میداد به انسان. و خب یک سری اعمالی هم که خود آدم انجام میده، ای که ذکرهای خاصی میکنی، یک حالت وضو داری، اینا همه دست به دست هم میده تا اینکه بتانی حتی در طول راه هم استفاده کافی رو ببری از همین ایام و از همین مراسم. داخل شهر کربلا که شدید یا قبل از اون که مثلا در مسیر راه بودید وارد یک کشور دیگر شدید؟ بله. خب وارد عراق میشید و طبیعتاً فرهنگ مردم، زبان مردم با شما فرق داره. بله. منظورم اینه که رفتار اونها با شما چی رقم بود؟ خوشبختانه یک هرچی نزدیکتر می شدم از نظر جغرافیایی به مقصد، یک حالت همدلی بیشتری بین مردم احساس می کردم. خب نزدیک مرز خیلی ازدحام و شلوغ خیلی زیادتر بود، اما همونجا می دیدی که زیادتر مردم به هم کمک می کنن. اگر کسی وسیله نقلیه داشت که همونطور بر ما اتفاق افتاد، یک مسیری ما به ما کمک کرد، چون ما اولاد خرد بودم رای ما، که او گرما کمتر ما را اذیت کنه، گرمای هوا، چون تقریبا ما 2 بجه چشت به مرز رسیدم. و خب خیلی آدم از این احساس خوبش دست میداد، ای که هر کسی میخواست یک جوری یک کمکی کنه و به زائرین اربعین یک خدمت رسانی داشته باشه. من مشکلات و سختی هایی هم داشته، از اون مشکلات و سختی ها بر ما میگید؟ درسته وارد یک کشوری شدم که تا حالا تجربه حضورش نداشتم، اما خب به هر حال چون ما سالها به ایران زندگی کردم، تقریبا کشور عراق، مردم عراق به نوعی همسایه محسوب میشد. از لحاظ لهجه خب یک مقدار، چون تحصیلات حوزوی من و همسرم دارم،
حدود تا حدودی با زبان عربی آشنایی داشتم و میتونستم دست و پا شکسته مقصود خبشن برسنم یا زبان اونا رو درک کنم. اما از این لحاظ که میگم او حالت شوقی که داشتم، یعنی این سفر سفری نبود که به خاطر اهداف مادی باشه که این جور مسائل بخواه این ناملایمت بخواه سخت تیشه سر آدم. سفر سفری بود با اهداف معنوی، با یک شوق درونی. یعنی به نظر من درسته شاید نسبت به یک سفری که میخوای بری تفریح کنی، میخوای بری سیاحت داشته باشی، امکانات خیلی خوب یا فضای خیلی خوبی نبوده باشه، اما از این که داری به یک جایی میری که سالها آرزوش داشتی، خب اونا اصلا به نظر آدم نمیای و خیلی راحت آدم میتونه از کنار اونا بگذره. از کجای سفرتون لذت خیلی زیاد بردین و دوست دارین که 100 بار دیگه اگر به همون سفر میرین اون لحظه برتون تکرار شده؟ من در نجف که رسیدم، خب نجف او زمان که ما بودم باز یک مقدار هم نیمه های شب رسیده بودم، خلوت‌تر بود، هم تانستم یک اتاقی پیدا کنم و استراحت کنم و صبح که برای زیارت خدمت آقا امیرالمومنین رسیدم، خب از لحاظ جسمی در وضعیت مناسبی بودم. وارد صحن مولا که شدم یک حس خیلی آرامش بخشی داشت و من خودم بعد از اینکه حالا با همون قسمت زریح تانستم یک زیارتی کنم، یک گوشه ای رو پیدا کردم و شروع کردم با نجوا با مولای متقیان و یک حالت پدرگونه به من دست داد. یعنی احساس کردم که واقعا در آغوش پدر قرار گرفتم و شروع کردم به شکایت از سختی ها و مشکلاتی که درگیرش هسته و طلب کمک کردم از ایشان. خیلی آرامش خاصی بهم دست داد و همیشه دوباره در انتظار ای هستم که دوباره به همین فضا برگردم. علی کیست؟ از خالق دادار بپرسی علی کیست؟ از احمد مختار بپرسی علی کیست؟ جز شخص علی شخص علی را نشناسند، از حیدر کرار بپرسی علی کیست؟ شمشیر به دشمن دهد و شیر به قاتل، از قاتل خونخوار بپرسی علی کیست؟ همونجا به فکر دی افتادم که من در آمدم به پابوس کسی که ما خود ایشان قیم خود میدانیم به عنوان یک شیعه مولا و امیرخ میدانیم. خب ما الان رسیدم به پیششان، یک لحظه تمام سختی ها و تمام فراز و نشیب هایی که شیعیان به تمام اقصانقات جهان باش درگیر هستن، فشارهایی که ما امروزه میبینیم از همه لحاظ، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ فرهنگی داره به این مردم وارد میشه، به ذهنم خطور کرد و همونجا خواستم یک جوری درد و دل کرده باشم و از ایشان بخوام که به ما صبر و مقاومت عنایت کنن تا انشالله بتانم به خوبی دوران پشت سر بگذارم و امام خود سر بلند کنم. در هر شهر و قریه‌ای وقتی که یک آداب و رسوم خاص خودشو داره و به خصوص برای کربلایی ها هم همین رقم هست، وقتی کسی به کربلا میره با آداب و رسوم خاص خودشان رو بدرقه میکنن و وقتی که از سفر بر میگردن و استقبالش میرن، آیا چنین آداب و رسومی بر شما هم در فامیل شما و در مردم شهر شما وجود داره یا خیر؟ بله، البته سفر ما رفتنش خیلی اتفاقی صورت گرفت، تصمیم قطعی نداشتم و اون روزی که ما حرکت کردیم به همراه همسرم شب قبلش
ما تصمیم گرفتیم که حرکت کنیم و خیلی از اقوام نشد، فقط خانواده نزدیک با مادرها تانستم خداحافظی بگیرم. اما برای برگشت خب اقوام همین رسم هست به دیدار کسی که به سفر کربلا مشرف شده میاین. برای ما هم همینطور بود، اقوام و دوستان زحمت کشیدن، تشریف آوردن، دیدار داشتم. از استقبال گفتید، از بدرقه گفتید، اما خانواده ای را همه ما و شما میشناسیم که به همین سفر کربلا رفتن و نه تنها از اونها استقبالی به گرمی نشد، بلکه با بدترین روش ممکن با اونها برخورد شد. امام حسین علیه السلام هم به کربلا رفتن، با خانواده هم رفتن، اما کسی از اونها استقبالی نکرد. صفا دارد درگاه تو بوسیدن، به بچ صفا دارد خاک سر کوی تو، عطر شهدا دارد محبوب همه دل ها جانم. رنج های خیلی زیادی گذشت به سر اهل و بیت امام حسین علیه السلام که اصلا برای ما قابل درک نیه. یعنی ما فکر میکنم حتی به صورت مختصرش هم ما درک نکردیم. و این قسمت، این بحث اسارت، بحث مصائبی که به حضرت زینب و بقیه اهل بیت که از او حادثه جان سالم به در بودن اتفاق افتاد، شاید بر ما قابل تصور هم نباشه، اما میتونیم درس بگیریم ازشان. میتونیم از این مقاومتی که حضرت زینب علیه السلام از خود نشان دادن یاد بگیریم. به عنوان یک زن، یک زن مسلمان میتونیم الگو قرار بده میشن. ای که با همه سختی هایی که میگم ما شاید یک ساعتش رو هم ندیده باشیم، ایشان با تمام وجود حس کردن، اما پرچم حرکت رو نگه داشتن و به بهترین وجه به نسل بعد منتقل کردن. و آل ما هر چی داره ما فکر میکنم از تلاش ها و از زحماتیه که خانم حضرت زینب بر ما کشیدن، که ما امروز میتونیم بشینیم در مقابل هم صحبت کنیم، عزاداری کنیم و مانع از این شدن که در طول قرنها این اتفاق فراموش بشه.
الان چه حسی دارید؟ حس فراق. احساس میکنه آدم که از مبدع خودش دور شده. خب مطمئنن ما یک اصلی داریم، ریشه داریم، به جای وصلیم و من فکر میکنم که کربلا بین الحرمین یک گوشه ای از همون مبدع ما باشه. امام حسین علیه السلام چه نقشی در زندگی شما داره؟ من فکر میکنم که به عنوان یک زن مسلمان، به عنوان یک دختر افغان، باید بزرگترین درسی که میگیریم از ائمه خود ای باشه که در مقابل ظلم کوتاه نیاییم، به راحتی از کنار ظلم نگذریم. خب خیلی وقتا با جریان زندگی شاید شاهد اتفاقاتی باشیم، شاهد حوادثی باشیم، چه کوچک و چه بزرگ، میبینیم که ظلمی به حق کسی میشه، به راحتی از مقابلش تیر نشیم، واکنش نشان بده. در عرصه خانواده، در عرصه جامعه، حتی در عرصه بین الملل، خب ما شاهدی هستیم که امروزه چه ظلم بزرگی داره به مردم فلسطین میشه، به مردم غزه میشه. تمام تلاش باید بکنیم با الگوگیری از اهل البیت که این ظلمشه، این ظلمی رو که داره به این مردم بیگناه میشه پایان بده. هر کسی به نوبه خود، به سهم خود، کم یا زیاد فرقی نمی کن. تا حالا فکر کردین که امام حسین به شما توجه نکرده یا مثلا خواسته ای از ایشان داشتی و خب او خواسته برآورده نشده و شما قهر کرده باشین با امام، با حضرت قهر کرده باشین، و اگر بوده چرا و چطور؟ خیلی جاها شده آدم میخوای ازشان، خواسته ای داره که امام خب به خاطر تقدیر الهی، به خاطر مسائلی که ما ازشان آگاهی نداریم یا وقت چیزی نشده، خب پاسخی داده نمیشه. بله شده گاهی ما هم چیزی رو میخواستم بهش نرسیدم یا با تأخیر بوده و گلایه ای داشتم، اما ای که بخوام قهر کنم یا ما بخوام روی خزی این خانواده برگردانم، خدا شکر تعالی اتفاق نیفتاده به خاطر همون آموزه هایی که داشتم. تصور کنید که در همین جلسه که الان حضور دارید امام حسین علیه السلام ظاهر بشن، حضور پیدا کنن و شما دوست دارید که به ایشان چی بگید و ایشان به شما چی بگن؟ میخوام از بشنوم که زمان ظهور نزدیکه، انشالله میرسم به وقتی که مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه و شریف پرچم بالا نگه میداره و ما هم بتانم انشالله تا اون موقع زنده باشم، حیات داشته باشم و دمی مسیر باشم. من دوست داشتم که امام این مژده را بدن به من که من جز همون آهادی هستم که میشه تابیم به سمت امام موعود. و شما دوست دارید چی بگید به حضرت؟ من میخوام بشن بگم که خیلی دوستشان دارم. یا علی جان به صحرای بلا کن گذری، یا علی جان به صحرای بلا کن گذری، به شهیدان صف کرب و بلا کن نظری، تا سر نیزه سر ناطق قرآن نگری، زینب غم زدم، زینب غم زدم.